عرض ادب و احترام دارم خدمت بزرگواران. تا چند دقیقه دیگه کلاس رو آغاز میکنم. خب، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان، تجار، کسبه و فعالین حوزه اقتصادی. خب، روال برنامه ما خب کمی تغییر کرده و حالا به دلیل فشردگی برنامه های بنده از این پس کلاس های تحلیل کالاهای صادراتی در روزهای دوشنبه ساعت در واقع 19:30 الی 21 برگزار میشه و ما در این تایم در خدمت بزرگواران هستیم. کالای مورد بحث امروز یا محصول
مورد بحث امروز خب یک موجود زنده است که همه ما به نحوی با اون آشنا هست. شترمرغ یا آستریچ یک حیوان غیر بومی که در ایران هم یک سابقه حدوداً 20 ساله پیدا کرده و با اینکه حالا در تحلیل های جهانی صرفا بیشتر به خرید و فروش زنده این حیوان اشاره میشه و بحث محصولات جانبیش مثل گوشت، مثل چرم، اونه که حالا اهمیت بیشتری داره، یا مثل روغنش در لابلای آمارهای دیگه مخفی میشه، ما سعی کردیم که حالا یک بررسی نسبت به فضای تولیدی این موجود داشته باشیم و همچنین صادراتش که خب مطمئناً با اعداد و ارقامی مواجه میشید که شاید با اونها آشنا نباشید. خب حالا طبق روالی هم که داریم این هفته هم قطعاً برای عزیزان تحلیل کلان خواهیم داشت در وضعیت صادراتی کشور و البته آخرین خبرهایی که در حوزه صادرات اتفاق افتاده در هفته گذشته یک اشاره هم به اونها خواهیم داشت. محصول رو معرفی میکنیم، این در واقع موجود رو کمی باش آشنا بشیم بیشتر و بعد وضعیت تولیدش در ایران و حالا بحث واردات و صادراتش که یه بخشش هم خب در اصل مربوط به یکی از مهمترین محصولات جانبیه شترمرغ میشه که چرم باشه که ما البته چند جلسه قبل به طور اختصاصی صحبت کردیم. البته موضوع ما در واقع کفش چرمی بود که خب در خلال تحلیل صادرات کفش چرمی کمی هم در مورد خود بازار چرم هم صحبت کردیم. این پرنده در واقع که پرنده بی پرواز هم هست که نمیتونه در واقع پرواز بکنه، نوعی پرنده در واقع بومی آفریقا هست و در راسته سلاحان شترمرغ سانانه. شترمرغ در واقع بزرگترین پرنده زنده دنیاست و تخمش هم از هر پرنده دیگه هم بزرگتره که احتمالاً شاید دیده باشید تخم شترمرغ رو. و خب ظاهر منحصر به فردی هم داره، بسیار سریع هم هست، می‌بینی تا حدود 70 کیلومتر سرعت داره و غذای اصلیش هم گیاهانه و البته از بیمهرگان هم مثل حلزون هم میتونه تغذیه بکنه. معمولاً به صورت گروهی زندگی میکنن و خب الان مثل بعضی از این دست از حیوانات خب اهلی شدن تو نقاط مختلف دنیا. نژادهای مختلف این پرنده پرورش داده میشه. خب همونجور هم که در اسلاید میبینید هم کاربرد زینتی داره، یعنی خروجی این حیوان که یکی از ویژگی های این حیوان اینه که واقعا سر تا پاش سوده. حالا آشنا میشیم با استفاده های متعددش، اینکه از پرهاش به عنوان یک مسئله زینتی ازش استفاده میکنن، در پوشاک میتونه استفاده بشه، خود پوستش برای تولید چرم استفاده میشه و گوشتش هم در بازار عرضه میشه و همچنین از روغنی که از این حیوان به دست میاد خاصیت درمانی داره جهت تسکین دردهای مفصلی و ماهیچه‌ای و چنین مواردی ازش بهره میگیره. اجازه بدید که ما آمارها هم آشاراش با هم ببینیم. این حیوان ضمن این که ویژگی های حالا من یکم غیر از حال فضای خود این اسلاید یکم بیشتر در واقع توضیح بدم در موردش و بعد حالا وارد محصولات جانبیش بشیم. این حیوان خب معمولا وزنی بین
60 65 تا 140 کیلوگرم داره و حالا نژادهای مختلفش متفاوت هستن و البته اینم اثرگذاره، حالا ما اشاره هم خواهیم کرد در انتها، در حتی نوع چرمی که از این حیوان به دست میاد. یعنی بعضی از این نژادها مثلا خیلی پوست با کیفیتی ندارن، چرم با کیفیتی ازش به دست نمیاد و به خاطر همین رو پرورشش اونی که حالا تو حوزه تولیدش کار میکنن باید به این موارد دقت کنن. عمر طبیعی این حیوان خوب نسبتا طولانی بین 40 تا 50 ساله، اما عمر اقتصادیش معمولا حدود 10 ساله و سن کشتارش هم جهت حالا تولید گوشت و پوست از 10 تا 14 ماهگیه، یعنی یک فضای خیلی مناسبی داره. ضمن این که خب گفتیم انواع مختلفی داره، اما اون معروف ترین هاش، حالا من فقط اسمش رو ببرم که آشنا بشید، از شترمرغ اصطلاحا سیاه یا جنوبی بهش میگن، شترمرغ شمال آفریقا یا گردن قرمز، شترمرغ ماسایی که در شرق آفریقاست، و شترمرغ عربی که حالا اشاره میکنن که تقریبا به کلی نابود شد، اما الان خود عربستان به خصوص دوباره اومده و خب نژادهایی رو آورده و الان داره خیلی ویژه روش کار میکنه و بحث پرورشش رو به شدت در واقع روش تمرکز کرده. ضمن اینکه حالا این اهلی شدهش، حالا این نژادهایی که تو دههای اخیر اهلی شده و استفاده میشه به عنوان حیوان پرورشی، به دلیل قدرت متابولیسمی بالایی که داره و غذا رو خیلی سریع تبدیل به انرژی میکنه، واسه همین رشدش خیلی سریعه، عمرش هم مفیده، واسه همین یعنی اون فاصله زمانی بهره برداریش فاصله مناسبی هست. ضمن این که نوع نگهداریش هم در واقع کم هزینه است نسبت به حالا خیلی از در واقع پرنده‌های دیگه، و غذایی هم که معمولا میخوره به صورت طبیعی و همین غذایی که خیلی از حیوانات دیگه میخورن مثل یونجه و علف و غلات و تخم علف و دانه ها، اینا در واقع غذاهایی هستش که، و این چیزی که البته جالبه من هم اشاره کنم اینه که این حیوان وقتی غذا رو میخوره حدود 42 ساعت این غذا در معده‌اش در واقع گردش پیدا میکنه، واسه همین تمام مواد مغذی اون تغذیه که انجام داده جذب بدنش میشه و این خودش در واقع یکی از ویژگی های جالب این حیوان هست. و ضمن این که تمام اجزاش قابل بهره برداریه و مثلا دوریزی خیلی کمی داره و میتونه تو دشت ها و فلات ها زندگی کنه و با توجه به سیستم گوارشی هم که گفتیم این ویژگی ها رو منحصر به فرد میکنه. به خاطر همین گوشتی که ازش به دست میاد که گوشت قرمز هم هست، گوشت در واقع کم چرب و کم کلسترول با طبیعتی گرم و دارای آهن بسیار زیاده، واسه همین گوشتش بسیار پرفایده است. حالا البته توی ایران مثلا گوشت های چنین حیواناتی حالا فعلا انقدری که الان جا افتاده، مثلا فرض کنید مثل شترمرغ، مثل فرض کنید بلدرچین، مثلا فرض کنید بوغلمون، بیشتر زمانی استفاده میشه که مثلا فرض کنید خدای نکرده یه نفر تو خونش یک مریضی داره، بیماری داره، بعضی از بیماری های خاص مثلا طرف درگیر شه و سعی میکنه از این گوشت ها استفاده کنه که خب آسیب کمتری میرسونه، در صورتی که اصلا به طور کلی گوشت بسیار پرفایده ای هست. ضمن اینکه پوست نرم و لطیف و مقاومی که داره باعث میشه که مناسب باشه برای تولید چرم، بالاخص در واقع پوست پای شترمرغ که اصلا یه چرم منحصر به فردی رو ازش به دست میاد که خب برای تولید کیف و کفش به خصوص استفاده میشه و پوستش هم تو بازار جهانی تا 400 دلار هم بعضا قیمت گذاری میشه، هرچند که البته یه بحث هم اینجا هست که البته کشور ما توش موزل داره، همون بحث فروغ اشاره هم خواهیم کرد، این که مثلا فرض کنید که شما ممکنه یه پوست شترمرغ تا 180 دلار بفروشی، اما اگر فراوری بشه 3-4 برابر ارزش پیدا میکنه و خب قابلیت های ویژه ای رو خواهد داشت. روغنش هم که دارای اسیدهای چرب اومگا 3 و 6 و 9 در واقع داره و خب گفتیم خاصیت تسکینی و درمانی داره، همچنین برای تولید نرم کننده و مرطوب کننده پوست هم تو کرم ها ازش استفاده میکنن
و حتی الان هم اخیراً به این رسیدن که مغز این پرنده در واقع در درمان بیماری آلزایمر موثره. و یکی از چیزهای جالب دیگه اینه که حتی قرنیه چشم این پرنده قابلیت اینو داره که به قرنیه چشم انسان پیوند زده بشه. حالا این دیگه قضیه رو خیلی جالب تر میکنه و میبینیم که این حیوان همه چیزش قابل بهره برداری هست. و حالا اینکه ما تو چه وضعیتی هستیم، قبل از اینکه حالا ما بپردازیم به بحث خود تولید این حیوان در کشور، یه مختصری من دوباره چرم رو توضیح میدم چون یکی از محصولات جانبی اصلی این حیوان هست. خب چرم همونطور که میدونید یه ماده طبیعی و با دوام و منعطفه که از دباغی پوست به دست میاد و فرایند دباغی خب در گذشته از سابق هزاران سال پیش در کشور ما به صورت باستانی وجود داشته. خب طی کالا ترکیباتی که از پوست جانوران با مواد مختلف ایجاد میشه، مثل حالا زاج سفید یا کاج، پوست درخت صنوبر، کاج یا فندق و یه سری مواد شیمیایی، در واقع یک جنس انعطاف‌پذیری تولید میشه که ما بهش میگیم چرم. خب چرم تو سه دسته چرم سبک، چرم نیمه سنگین و چرم سنگین دسته‌بندی میشه که اشاره هم کردیم. حالا بحث ما بیشتر روی چرم نیمه سنگین هست که شترمرغ در این دسته قرار میگیره که پوست حیواناتی مثل کروکودیل و شترمرغ این چرم نیمه سنگین به دست میاد. یکی از بهترین چرم‌های بازار محسوب میشه و نسبت به بقیه چرم‌ها قیمت بالاتری داره. الان همین چرمی که توی تصویر دارید می‌بینید چرم شترمرغ است و اونم علتش همون کمیاب بودنشه و کیفیتشه. به خاطر این قیمتش بسیار بالاست و کالاهای بسیار لوکس و تزئینی به وسیله این چرم تولید میشه که البته وقتی آمارها رو با هم میبینیم متوجه میشیم که به طور کلی تولید این حیوان خیلی در واقع شکل نگرفته در دنیا. البته همه کشورها کسان این قابلیت رو ندارن که تولید کنن به خاطر همون ویژگی های حیوان. کشورهای مثل ما که این قابلیت رو دارن هنوز اون اتفاقی که باید بیفته نیفتاده، بلخص تو حتی کشورهایی که شبیه به ما هستن یا این فضا رو دارن که این حیوان رو تولید کنن. اما این چیزی که حالا تو آمارها هست داره توجه رو یواش یواش جلب میکنه و دیدگاه ها داره یه جورایی نسبت به این حیوان تغییر میکنه و خب وقتی قابلیت هاش رو میبینن، میبینید انواع محصولات چرمی شترمرغ، حالا اینا کیف و کفش هست، حالا این اکسسوری هایی که میبینید دقیقا با چرم شترمرغ در واقع تولید شده و خب ویژگی های خاصی که این چرم داره و قابلیتی که داره. البته این رو هم اشاره میکنم چون چرم نیمه سنگین هست و مقاومت بالایی داره، اصلا برش دادنش هم نیاز به تکنیک داره، نیاز به مهارت داره و همینجوری هم نمیشه در واقع باش سر کرد و این مسئله‌ایه که باید بهش توجه کرد در تولیدش. البته خب حالا محصول بعدی که حالا در واقع باز از این حیوان به دست میاد، حالا اونه که ما بیشتر پررنگ‌تر بود و اشاره کردیم، خب گوشت شترمرغ هم که خب همتون احتمالاً شاید حداقل یک بار دیده باشید یا قیمت کرده باشید، شاید هم مصرف کرده باشید. خب فیلش الان فکر کنم اگر اشتباه نکنم تو بازار ایران یه چیزی حدودش 100 هزار تومان هست. می‌بینید قیمتش تقریبا با قیمت گوسفند یکیه، تقریبا نزدیکه. بین حالا بعضی جا مثلا حالا بعضی از قسمت دیگه‌اش قیمتش پایین‌تره، ولی در مجموع بخوایم کلیتش رو در نظر بگیریم بین 60 تا 100 هزار تومان. و ضمن اینکه معمولا هر شترمرغ که به اون مرحله بهره برداری میرسه حدود 80 کیلوگرم گوشت در واقع ازش احسان میشه، ضمن اینکه خلا پوست هم هست، بحث پرهاش هم هست، حالا اون شاخ پرهایی که داره بهره برداری میشه ازش و ویژگی هایی که حالا روغنش داره از چربی در واقع این حیوان استفاده میکنن. اینجا مثلا میبینید روغن شترمرغ، این پرهاشی که به صورت تزئینی در واقع پرهای شترمرغ است یا خز رو لباس در واقع باش طراحی میشه. حالا البته یه ویژگی هم که حالا این تصویر داره، من حالا به عمدم این تصویر رو آوردم چون تو سرچی که داشتم میکردم خب این برام جالب بود. خب شما شاید تو عطاری ها دیده باشید یا تو بعضی از این فروشگاه خودمون، ما
مثلا الان نگاه کنید این روغن شتر مرغ، ولی بسته بندی رو ببینید، این چیزی که ما هی تکرار میکنیم. من اخیرا با یکی از، حالا تو پرانتز بگم، یکی از فعالین حالا منطقه خودمون تو حوزه صادراتی، ایشون تونسته بود جز موفق ها بشه تو صادرات در واقع برنج، داشتم باهاش صحبت میکردم، گفتم خب شما چه تکنیکی استفاده کردی؟ مثلا ایشون یکی از تکنیک هایی که استفاده کرده بود این بود که وقتی محدودیت، حالا خود این فرد تولید کننده هم هست، حالا یعنی تولید میکنه، تولید که در واقع برنج که از کشاورز گرفته میشه، منظور بسته بندیشه، بخش مربوط به بسته بندیشه، گفت که خب اون بخشی که مربوط به داخل ما با همین شیرینگ های داخلی، دستگاه شیرینگ، بسته بندی که در داخل هست، خب بالاخره یه جوری حلش میکنیم. اما وقتی دیدیم این قضیه متفاوته برای کشورهای خارجی، خب این مثلا تکنیکی که استفاده کرد این بود که رفت مثلا در از طریق یکی از آشنایانی که در کشور هلند داشت با هم دیگه حالا یک مشارکت نامه امضا کردن، اون اومد یه دفتری اونجا ایجاد کرد، یک کارگاه کوچیکی رو انداخت و برنج هایی که از اینجا ارسال میشه برای هلند، اون میومد بسته‌بندی مجدد میکرد با کیفیت در واقع دستگاه شیرینگ اونجا و کیفیت چاپ اونجا و حالا پک هایی که اونا نیاز دارن. چون مثلا فرض کنید توی ایران مردم برنج رو با یک در واقع کیلوی خیلی متفاوتی میخرن، یه کم کم دیگه طرف 10-15-20 استان شمالی که دیگه همه میرن بالای 50، ولی خب توی اروپا آمریکا خب نوع مصرف متفاوته. ما پک های 1 کیلویی 2 کیلویی مثلا فرض کن پک های 5 کیلویی نیاز دارن با حالا ویژگی هایی که اونا میگم. منظور این چیزی که حالا اشاره کردم بحث ویژگی های پکیجینگ با توجه به بازار هدف شما. الان نگاه کن بین این دو تا، اینم روغن شتر مرغ تو تصویر نگاه کنید، این هم روغنه، ببین دو تا بسته‌بندی الان خود شما باشی کدوم انتخاب می‌کنی؟ خب معلومه میری سراغ این. ببین این بسته‌بندی رو نگاه کنید، بسته‌بندی کاملا مثلا دموده سنتی و اصلا هیچ گونه در واقع ترغیبی برای شما ایجاد نمی‌کنه. شما الان فکر می‌کنید طرف رفته روغن نباتی رو گرفته توی این پر کرد، یعنی در واقع حسی که به آدم دست میده به عنوان مشتری اینه. اما الان نگاه کنید یه پکیج کاملا حرفه‌ای مبتنی بر در واقع سیستم‌های بهداشتی آرایشی روز، این اومده روغن در واقع یا شترمرغ رو نوشته، مثلا روش الان حالا ریز هست آسریچ اویل، روغن شترمرغ. بعد مثلا میاد توی این پک بغلش هم توضیحاتش هم میده که چه کاربردهایی میتونه داشته باشه و نحوه مصرفش هم به چه صورتی. خب پس این بسته‌بندی که اشاره میشه در واقع برای همینه که اصلا واقعا الان خیلی از کشورها تو تولیدات حالا محصولات مختلف واقعا هیچ فرقی با کشور ما ندارن، این اصلا کیفیت محصول اونا رو مثلا شما مصرف بکنی میبینیم. من یادم چند سال پیش حالا توی یکی از این سفرهای کاری که داشتیم به جنوب، حالا یکم فضا بازتر بود دیگه، این تحریم ها اونقدر شدید نبود، رفته بودیم به قشم، بعد اونجا توی در واقع رستوران یه موقع صبحانه یه پنیری آورده بودن که پنیر خب برند خارجی بود. بعدن البته ما متوجه شدیم که این پنیر حالا برند کشور در واقع عربستان روش خورده بود، که بعدن حالا یکم باور کردیم متوجه شدیم که اصلا عربستان هم تولید نمی کنه، در واقع از یکی از این کشورهای که با ایران حالا از لحاظ اقتصادی و سیاسی مشکل دارن تولید میشد اونجا، میومد بسته‌بندی مجدد میشد و یه بخشیش هم حالا بعضی موقع وارد ایران میشد. حالا این پنیر رو دیدیم، خب بله مثلا برند خیلی مطرح و فلان و فلان، بعد ما گفتیم خب ببینیم چی جوریه. خب اینو استفاده کردیم، خب از لحاظ طعم و فلان اصلا فرقی با الان بعضی از برندهای قوی داخل کشور نمیکنه. حالا بحث کوالیتی و بحث مغذی بودنشون رو فلان کاری نداریم، حالا حداقل در ظاهر یه چیزی که فقط متفاوت بود نوع بسته‌بندی خلاقانه‌ای که اون مثلا لبنیات داشت. به خاطر همینه که ما تاکید میشه، والا دوستان ما تو آرانت تاکید بکنن که این موارد رو خیلی جدی بگیرید و حالا در هر محصولی که هست با توجه به نوع محصول این موارد مورد توجه عزیزان قرار بگیره. به خاطر همینه که ایران جالبه که با اینکه این پرنده بومی ایران نیست، اما ایران الان دومین تولید کننده این پرنده در جهان هم. این حالا یکی از چیزهای جالبی که به شما بگم همین قضیه است. هرچند که کمی تولید کننده ها تو این سال اخیر ناامید شدن، اما در مجموع همچنان ما بعد از آفریقای جنوبی دومین تولید کننده هستیم. 120 هزار قطعه معمولا شده ما در سال تولید میشه در کشور، بیش از 4000 مزرعه در سراسر کشور مشغول پرورش شترمرغ، که حالا یزد،
خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان جزء اول استانهایی هستن که، و البته بعضی از شهرستانهایی که اطراف تهران هستن، شهرستان جنوبی مثل سمت ورامین و اینا، این مزارع وجود داره. خب حالا یه سری مشکلاتی هم هست که ما اشاره خواهیم کرد در طول بحث. فقط می‌خواستم بدونیم که وضعیت تولید در ایران به این شکله و ایران دومین تولید کننده است. و نکته بعدیش اینه که اغلب این مزارع، و حالا نکته‌ای که برای یک تاجر میتونه جذاب باشه همینه، اغلب این مزارع و این پرورشگاهایی که دارن این حیوان رو پرورش میدن، متاسفانه کاملا غیر حرفه‌ای هست، یعنی کاملا سنتی، بدون آگاهی، بدون دانش، و حتی اینا توی رسوندن محصولشون به بازار داخلی مشکل دارن، حالا چه برسه به این که بخوان بحث صادرات رو داشته باشن. پس یه تاجر اینجا میتونه در واقع با فعالیتی که انجام میده و شبکه‌های مختلفی که از تولید کنندگان این محصول رو پیدا میکنه، حداقل در تأمینش خیال خودش رو راحت کنه. صادرات شترمرغ زنده رو ببینید، ما اینجا الان تو بحث لایو آتریش هستیم، در واقع یعنی حیوانات زنده که خودش در واقع صادر میشه. میزان صادراتش در دنیا حدود 1.8 میلیون دلار، میبینید عدد کوچیکی هست، یعنی هنوز توجه نشده. و ایران هم جالب اینجاست که بزرگترین صادر کننده است، یعنی نکتهش همین، حدود 800 هزار دلار در سال 2019 ایران صادرات در واقع شترمرغ زنده رو داشته، که این البته خوب نیست، یعنی این البته نکته است که این خوب نیست، اما نشون میده که قدرت ایران چقدره. بعدش خود آفریقای جنوبی هست. حالا آفریقای جنوبی با اینکه بزرگترین تولید کننده است، اما تو صادرات زنده شترمرغ دومه. این نشون میده که داره چیکار میکنه، رو فراوریش کار میکنه، یعنی همون حیوانی که تولید میکنه رو همونجا در واقع کشتار میکنه. حالا تو پرانتز یکی از معضلاتی که ما تو بحث شترمرغ داریم اینه که کشتارگاه حرفه‌ای تقریبا نداریم و کشتار به صورت سنتی در همون مزارع انجام میشه و سعی میکنه که در واقع محصولاتش رو خودش استفاده کنه. یعنی وقتی ما میگیم مثلا فرض کنید شترمرغ، خب وقتی که کشتار شد، بحث گوشتشه که باید پک بشه بیاد داخل بازار، و بحث بعدی خودش یه در واقع زنجیره تامین میخواد، زنجیره ارزش دیگه. بحث بعدی بحث چرم، یعنی شما باید بتونی اینا رو جمع‌آوری کنی، بفرستی برای کارخونه‌های چرم، کارگاه چرم در واقع تهیه چرم، تا اینا تبدیل بشن، دباغی بشن و به چرم تبدیل بشن. حالا ایران که خودش تو چرم قدرتمنده به حال، و ما تو اون جلسه هم توضیح دادیم که چه پتانسیل های بالایی ایران تو حوزه چرم و محصولات چرمی داره، امروز هم اشاره میکنیم بهش. وضعیت صادرات شترمرغ زنده رو پس دارید میبینید، ایران رتبه 1 رو داره، آفریقای جنوبی، روسیه، بلژیک، حالا بعضی از کشورها حتی وارد شدن تو این حوزه، دارن سعی میکنن که از منابعشون استفاده کنن و اون فضایی که دارن و امکاناتی که دارن. بلژیک تو اروپا خیلی ویژه داره کار میکنه، البته برای احتمالا نژادی که دارن استفاده میکنن، یه نژادی که تو آب و هوای سرد بلژیک دووم میاره، دووم بیشتری داره، حدود 153%. احتمال این هست که، من حالا اینو نتونستم آمارشو در بیارم، ولی احتمالی در واقع این مسئله وجود داره که با توجه به طبیعت گرمی که گوشت این حیوان داره، تو جاهای سرد گوشتش خیلی طرفدار داشته باشه، و حالا مثل شمال اروپا، کشور اسکاندیناوی، کانادا، آمریکای شمالی، اینا در واقع بشه در واقع روش حساب باز کرد. استرالیا که اصلا فضاش مناسبه، در واقع اصلا نژاد مخصوص به خودش رو هم داره، 122% رشد داشته تو صادرات، و البته تو پرورشش هم داره خیلی ویژه کار میکنه. روسیه هم 64%. فاصله میانگین در واقع بحث بین تامین کننده و مصرف کننده، خب اون چیزی که حالا بزرگترین صادر کننده ایران هست حدود 1500 کیلومتره، و حالا این شعاعی که در واقع ایران داره محصولاتش رو صادر میکنه خیلی نیست. حالا ما میبینیم متاسفانه صادرات ایران هم تقریبا به یک کشور حالا، و این نشون دهنده اینه که پس یک کشور دیگه در واقع داره بهره برداری میکنه از این حیوان، و اون چیزی که در واقع اهمیت داره در واقع صادرات محصولات جانبیش هست.
و اون چون ارزش افسوده خب قطعا بیشتری خواهد داشت دیگه، شکی توش نیست. قطعا وقتی فراوری صورت بگیره با ارزش افزوده شدن بیشتر. یکی از محصولات جانبی که شترمرغ داره بحث چرمه. خب اینجا ما با کد 41 در واقع بحث چرم و پوست خام رو، یعنی اون بحث حتی خامش، یعنی شما میایی فراوری میکنی بعد این چرم خام یا پوست خام رو صادر میکنی که شترمرغ هم در لابلای همین قرار میگیره. اون رو به صورت جدا، اینا کد شترمرغ رو جدا نکرده بودن اعتبارا به خاطر اینکه خیلی در واقع گسترده نبوده. اما کل صنعت رو نگاه کنید، صنعت بزرگی، ما قبلا هم بهش اشاره کردیم، کل صنعت در واقع چرم و پوست خام و صادراتش حدود 20 میلیارد دلار در ساله که بزرگترین صادر کننده ایتالیا است، حدود 4 میلیارد دلار، بعد آمریکا، برزیل، چین، یعنی هنگ کنگ البته، آلمان، خود چین، تایلند، اسپانیا، حالا کشورهای بعدی هست. پس ببینید که در واقع مجموع ترید این بازار که یکی از محصولات در واقع جانبی شترمرغ میشه، و اشاره هم کردیم که چرم به دست آمده از پوست شترمرغ، بلخص پاهای شترمرغ، یکی از بهترین چرمهای موجود در بازاره و بسیار خاص و لاکچری محسوب میشه، و این چرم اگر درست تولید بشه به عنوان در واقع پایه کیف و کفشای خیلی گرون قیمت در واقع محسوب میشه و روش حساب باز میکنن. به خاطر همین روی این قضیه هم حتی میشه فکر کرد. یعنی شما یه چیز جالبی که این قضیه داره اینه که شما در چند مرحله میشه از این حیوان بهره گرفت. یعنی شما اگر تونستی این حیوان رو پرورش بدی، خب در داخل میتونی ازش استفاده کنی، یعنی گوشتش، حالا پوستش و پرش و حالا مواردی دیگه، یا نه مثلا فرض کنید میخوای تا یک مرحله این رو رشد بدی و اون رو صادر کنی، یعنی زنده. شما تا مرحله صادرات زنده این حیوان هم این امکان برات وجود داره و فضا وجود داره. خب دیدید ایران بزرگترین صادر کننده است. تو مرحله بعد میگی نه من میخوام زنده‌شو نگه دارم، مثلا فراوریش کنم. باز از فراوری شدهش هم شما یکی از محصولاتش رو داری میبینی که در یک بازاری وارد میشه. چون وقتی ما میگیم چرم دیگه، چرم گاو، گوسفند دیگه، خوک، چرم کروکودیل دیگه، چرم همه حیوانات محسوب میشه دیگه، مجموعاً با هم در نظر بگیریم. خب وارد یک بازار بزرگی میشه که خب این بازار 20 میلیارد دلار ارزش داره و خب ما می‌بینیم که واسه بازار فوق‌العاده جلوی این صنعت هست. که کشورهای مختلف رو می‌بینید، ایتالیا و به ترتیب تا این 20 کشور اول هستن تا مکزیک. توی 4 سال اخیر اکثر این کشورهایی که در 20 تای اول بودن افول صادرات داشتن. ببینید افول صادرات چی؟ چرم و پوست خام. چرا؟ چون اونا خیلی از این کشورها به توجه پتانسیل هایی که در خودشون دیدن، فقط یه تایلند، حالا این چیزی که چشمگیر بوده تایلند بوده که حدود 3% رشد داشته، البته مثلا چین و ویتنام حدود 1% رشد داشتن، اما این خیلی راحت قابل تحلیله. چون اکثر کشورها به این نتیجه دارن میرسن که خب برای اینکه در واقع بتونن فراوری این محصول رو در اختیار بگیرن و ارزش افزوده بیشتری رو ایجاد کنن، اومدن روی زیرساختای صنعت چرم دارن کار میکنن. یعنی بحث کارخونه های تولیدات مختلف چرمی مثل کیف، کفش، اکسسوری های مختلفی که از چرم به دست میاد، وسایل تزئینی، و این باعث میشه که صادراتشون کاهش پیدا میکنه. یعنی چی میشه؟ یعنی اون چرمی که تولید میکنن در همون داخل کشور خودشون سعی میکنن بهره بگیرن، واسه همینه که میزان صادراتشون کاهش پیدا کرده. اما خب بازاری که روبروی ما هست همون بازار 20 میلیارد دلاریه. میبینید میزان واردات دنیا در مورد چرم و پوست خام بیش از 20 میلیارد دلار، بیشترین واردات خود چین باز داشته، بیش از 3.5 میلیارد دلار. در واقع بعد ایتالیا بوده، ایتالیا هم خب جزء تولید کننده بزرگ در واقع کیف و کفش و لباس هست و مطمئنا متریال، یک از متریال های مهمی که استفاده میکنه همین چرمه. ویتنام همینطور، خب ویتنام هم کارخونه های مختلف در واقع تولید لباس، البسه های مختلف
چرمی و غیر چرمی خوب داره، اینا متریال به عنوان متریال بهره میگیره ازش. و این کشورها الان خیلیشون تبدیل شدن به وارد کننده، بلخص تو واردات بخشی که مثلا الان ایتالیا خب پرورش شترمرغ نداره و خب ما الان مثلا به عنوان اینکه ایتالیا خب خیلی از برندهای مطرح لباس و تولیدات چرمی در اونجا هستن، مثلا به عنوان یه بازار میشه رو در نظر گرفت که چرا چرم شترمرغ یه چرم خاص
میتونیم این بازارها رو یه توجه ویژه بهشون بکنیم و خب میبینید که کلا 63% ما در واقع کمتر از 1%، یعنی ما اصلا سهمی نداریم. خب سهم باید خیلی بیشتر باشه با توجه میگم نوع رابطه‌ای که وجود داره. پس این رو حتما دوستان بهش توجه کنن. حالا مورد دیگه هم که حالا جزء اخبار هست که مثلا فرض کنید که میشه بهش اشاره کرد، بحث پرداخت مشوق‌های صادراتیه بر اساس صادرات با ارزش افزوده بالاتر. آقای قمری مدیر کل دفتر توسعه صادرات خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت اخیراً حالا تو مصاحبه اشاره کردن که صادرکنندگان در واقع مدارک و مستندهای لازم رو برای دریافت مشوق‌های صادراتی به سازمان توسعه تجارت ارائه بکنن و اگر در واقع اون کالایی که دارن میفرستن با ارزش افزوده بیشتری باشه خب مورد تشویق قرار میگیرن و یک سری مشوق‌های صادراتی به اونا داده میشه. خب یه خبر خوشایند هست و نشون میده که اگر مثلا از سمت خام فروشی به سمت صادرات محصولات فراوری شده در واقع تجار ما پیش برن، خب این مزایا هم براشون وجود داره. ما چون یک جلسه در مورد پوشاک هم صحبت کردیم، فکر کنم جلسه چهارم یا پنجم بود، چون آمارش الان جدیدا منتشر شده فقط این رو میخوام اشاره کنم که با توجه به تحریم هایی که بودیم، چون خیلی از برندها و حالا اون قاچاق کالایی که به خصوص از ترکیه صورت میگرفت قطع شد یا کم رنگ شد، بهتون بگم که ما صادرات 40 میلیون دلاری داشتیم در 7 ماه، یعنی تا انتهای مهرها. الان خود اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک منتشر کرده تو 7 ماهه سال 99 یعنی تا پایان مهر ما 40 میلیون دلار صادرات پوشاک داشتیم، که این خودش باز در واقع نشون میده که این بازار چقدر فضای مناسبی داره و این فرصتی که الان به وجود اومده باید استفاده کرد. خود صادرات محصولات کشاورزی چون یه بخشش هم باز ما جلسه داشتیم و صحبت کردیم، آمارش تو 9 ماه منتشر شده که حدود 27% ما رشد داشتیم و بیش از 6 میلیون تن ما صادرات محصولات کشاورزی داشتیم که رقمش نزدیک به 4.5 میلیارد دلاره. اینم باز یکی از اتفاقات خوب هست. و البته خبر خوشایند دیگه که البته باز اخیرا منتشر شد به خود درگیری هایی که حالا در 2-3 ماه گذشته بین ارمنستان و آذربایجان و ترکیه پیش اومد. ارمنستان خواستار واردات کالاها از ایران به جای ترکیه شد و خود کشور ارمنستان رسما اعلام کرد که قصد داره حدود 2250 قلم کالا رو از ایران تامین کنه. پس الان ارمنستان رو شما به عنوان بازار جدید بوده بازار ما، ولی به عنوان بازاری که الان دیگه داره دربش دوباره باز میشه و اقلام بسیار زیادی رو هم در واقع طلب میکنه در نظر بگیرید که این هم جز خبرهایی بود که این هفته در واقع ما باهاش مواجه بود. خب برسیم به سوال هفته. سوال هفتمون اینه که علل سهم کم بازار ایران، سهم کم ایران در بازار جهانی محصولات جانبی شطور مرغ به خصوص محصولات چرمی در چیه؟ خب برای پاسخگویی دوستان در زحمت میکشن و به سایت aradbranding.com/QA مراجعه میکنن و دوستان ما در مجموعه آراد برندینگ زحمت میکشن و جوایزی به قید قرعه به پاسخ دهندگان ارائه میکنن. دوستان اگر سوالی پرسشی هست میتونن، من چند دقیقه در خدمت عزیزان هستم، به سامانه 3021-19 سوالاتشون ارسال کنن. من منتظر میمونم تا به سوالات عزیزان جواب بدم. کلاس بعدی عزیزانم فردا سه‌شنبه ساعت 16:30 حمل و نقل زمینی و ترانزیت جناب مهندس حیاتی، که حتما دوستان فراموش نکنن که در این کلاس ارزشمند هم شرکت بکنن. من منتظر سوالات دوستان خواهم بود.
یکی از دوستان پرسیدن در مورد صادرات سیر، که من هم اینقدر بهتون بگم که ایران جزو تولید کننده های بسیار بزرگ سیر هست، و حالا من الان آمار دقیقشون ندارم، وقتی که آمار دقیق رو الان به روز ندارم معمولا چیزی هم نمیگم، ولی فقط بدونید که جزو تولید کننده بزرگ هستیم و بسیار هم مناسبه. مثلا سیر همدان که خب یکی از بزرگترین تولید کننده های سیر هست، استان همدان که بیشتر از 60% تولیدش در واقع در همدان صورت میگیره، ما همین اخیرا در چند ماه گذشته موزلی که داشتیم این بود که بیشتر از 40,000 تن سیر در بازارها انبار در انبارها در واقع تلمبار شده بوده. خب این همون بحث در واقع نبود خط صادراتیه، یعنی اگر این محصول مورد توجه قرار بگیره قطعا مطمئن باشید که، چون یه محصولی هم هستش که فقط خود سیر هم نیست، میبینید که سیر قابل فراوریه، یعنی باهاش میشه دارو ساخت، یعنی ما دارو داریم بر پایه سیر، لوازم بهداشتی آرایشی داریم مثل شامپوها بر اساس سیر، پودر سیر و حالا اسلایس هایی که در واقع برای سیر ایجاد میکنن و حالا نکات دیگه. حتما بله بهش توجه کنید و بررسی کنید، قطعا دوستان ما در آراد کمک بگیرید و مشاوره بگیرید و بیگدار به آب نزنید. ببینید بحث راه حل هم که دوستان میپرسن، میگم به هر محصولی ممکنه شرایط خاص خودش رو داشته باشه، اما اون چیزی که ما همیشه اشاره میکنیم اینه که در زمینه، ببینید اینو من یه بار گفتم، حالا من شاید واسه یه جور دیگه، ببینید در زمینه سیاست های کلان ما قبلا اشاره کردم، ما که سیاست گذار نیستیم، یعنی ما که دستمون نیست که آقا مثلا تو سمت داره چه اتفاق میفته الان بشینیم اینجا نقدم بکنیم و فایده ای نداره، اون دولت و سیاست گذاری هایی که انجام میده و البته خب اونایی که فعال هستن در حوزه اقتصادی اتاقای بازرگانی، تلاششون برای اینه که خب بالاخره شرایط رو ایجاد کنن که بله صادر کننده ما راحت بتونه صادراتش رو انجام بده. اما اون چیزی که در واقع باید مورد توجه قرار بگیری اینه که، من این رو به تجربه دارم میگم، حالا نه تجربه فقط شخص خودم، از آدمایی که خیلی با تجربه تر از من هستن، چون منم به عنوان یک حالا مشاور در حوزه کسب و کارم وقتی وارد یک سازمانی میشیم سعی میکنیم از تجارب دیگران هم استفاده کنیم. بالاخره یک تاجر میبینی یا یک تولید کننده میبینی 30 سال 40 سال داره کار میکنه، اونم قطعا تجربه ارزنده ای داره. تجربه در واقع به ما میگه که توی کشور ما هیچ کاری نشد نداره، یعنی اصلا شما فکر نکنید تو ایران کاری امکان در واقع نیست که ما انجام نتونیم بدیم، نه قطعا یه راهی براش هست، فقط بسته به این که شما چقدر در واقع تلاش میکنی، چقدر پیگیر میشی و راه حل رو پیدا میکنی. بعضا الان خیلی سریع بگم، ممکنه راه حل خیلی قانونی هم نباشه، با اینکه کار شما درسته، یعنی کاری که من میخوام انجام بدم کار درستیه، اما ممکن از یک راهی که در ظاهر در قانون تعریفی براش نشده و این راه در واقع پیدا میشه و صورت میگیره. و مثلا من میگم یادم سال 90-91 که یک حالا دوره تحریم ها در اون زمان داشتیم، یک مثلا تولید کننده ما برای اینکه یک دستگاهی رو بخره از آلمان خب مشکل انتقال پول داشت، خب این در نهایت مثلا به این نتیجه رسید که پول رو مثلا به خودش ببنده، بعد به صورت پیاده از مرز مثلا فرض کنید که خارج بشه و بره سمت ترکیه، یک قراری گذاشت حالا با یکی از نماینده های اون شرکت آلمانی در استانبول و اونجا مثلا فرض کنید که پول رو به صورت نقدی بهش داد تا بتونه دستگاه رو تهیه کنه، یعنی بالاخره یه راه حلی طرف پیدا کرد که بتونه در واقع، شاید حالا بگیم بله این ارز رو غیر قانونی از کشور بود، اما خب این هدفش این بود که تولید کنه و الان هم داره تولید میکنه، تولید کننده موفقی هم هست، خب این شرایط وجود داره در کشور. ولی شما در مورد هر محصول ممکنه شرایط متفاوت باشه و قطعا با دوستان ما در مجموعه آراد صحبت بکنید و از مشاورای عزیزان استفاده کنید، چون هر محصولی شرایط خاص خودش رو داره، بعضی از محصولات گرفت و گیری در کشور نداره اما ممکنه مثلا در کشور مقصدی که شما انتخاب میکنید، همین الان مثال زدم تو شترمرغ، مثلا فرض کنید که الان سازمان دامپزشکی شما به عنوان یک شخص نمیتونید این کارو بکنید، سازمان رسمی کشور رسما وارد کار شده تا بتونه مجوزهای صادرات گوشت شترمرغ رو به اروپا بگیره، خب این اگر مجوزها رو بگیره خب شما به عنوان مثلا فرض کنید که صادر کننده با اون تولید کننده هماهنگ بشید و
مجوزهای مثلا فرض کنید که سازمان غذا دارو، سازمان دامپزشکی اینو گرفته بشه، میتونید محصولتون رو در واقع چیکار کنید؟ ارسال کنید به کشور مثلا فرض کنید یکی از کشورهای اروپایی. پس این شرایط به این صورت هست. خب شب بخیر میگم به عزیزان، خسته نباشین، انشالله که موفق و معید و سلامت باشین تا در واقع جلسه دیگه و تحلیل کالای صادراتی دیگه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که در هر زمینه که فعال هستید موفق و معید باشید. تا هفته آینده، خدا نگهدارتون.